شوي حاج يا بتشي بدو ولا ناخذ فيديو بالموضوع والله فيلم اللي ما يحفظ شرعيته في الإدارة صحيح؟ رئيس البرلمان حتى هاني رئيس البرلمان ينتخبه نظام البرلمان إذا سيد القائد ما يؤيد هذا التأييد هذا الانتخاب ليس شرعي عنده نظام الإسلام ليش الخراب هذا ليش؟ خربت البلد ليش؟ ليش مو هذا بلدك هذا بلدك شب چله همین دختر خانمشون زینب خانم زنگ زد بهشون و خیلی ناراحتی که چرا نمیایی و بلند شو بیا و اینها. پنج شنبه ای بود که قبل هفته قبل شهادتشون ایشون از اینجا رفتن. شوهر یکی این هفته بدارم مرزی آمریکا اینو بهانه قرار دادن و گفتن این توسط اعظم شما که نیروهای کتایب حزب الله کشته شده. فی یوم 29/12 اتصل وزیر دفاع الامریکی که سید اسپر و ان فی کرکوک حصل مثل هذا الهجوم وبالتالی نحن سنرد فی بقصف بعض المقرات التي نشتبه أنها قامت بمثل هذا العمل. أنا قلت له نحن بيننا لجان تحقيقية ونحقق وأنتم طرف في هذه اللجان وليس من الصحيح قيامكم بأي عمل من هذا القبيل، هذا سيكون عمل خطير وستكون له مردودات كبيرة. تقوم زمان هنوز مستقيم إقدامي أنجام نشد بسبب أمريكية إسرائيلية زاده بودن تخاك سوريا. أنا رأسا أبلغت القيادة المشتركة العراقية حتى تضع نفسها في الإنذار وكذلك أبلغت الشهيد أبو مهدي. عندما كنت أبلغ الشهيد يعني بعد حوالي ربع ساعة 10 دقائق من المكالمة قال لي سيدنا القصف يجري الآن في القائم. فصائل عدة في الحشد الشعبي هددت واشنطن برد قاس على استهداف الولايات المتحدة مقرات تابعة لكتائب حزب الله العراقي غربي البلاد. أعتقد أن هذا الاستهداف هو استهداف مبيت واستهداف مقصود، الهدف منه هو أن تخرج فصائل المقاومة والحشد الشعبي من هذه المناطق وأن تتفرغ هذه المناطق بشكل كامل من كل قوة يمكن أن تفشل المخططات الأمريكية. هو يعتبر انه س الحجي حجي قاسم رحمة الله عليه كان البرنامج انه يوم الاثنين يجي العراق. تماس گرفتم با حاجی، ازشون پرسیدم که مرا با کد معمولا ما با هم صحبت میکردیم، گفتم مثلا سمت ما میای یا نه؟ ایشون گفت نه من برنامه ای ندارم و گفت که من میخوام برم سمت عراق، شاید از اونجا بیام سراغ شما. ۱۹
من زنگ زدم با حاج جواد گفتم که من میخوام برم حلب، اگر کاری نداری نیستم. گفت که نه نرو. گفتم برای چی نرم؟ گفت که احتمال داره رفیقمون بیاد. وقتی که با یه عبارت که رفیقمون بیاد، من متوجه می شدم که حاجی می خواد بیاد. گفتم که؟ گفت که تو 24 ساعت آینده گفتم میام. صار يوم الاثنين والزيارة الظاهر تكنسلت او تأجلت، بالتالي احنا ما كان عندنا علم انه شنو الموضوع، لكن ما اجى الحجي، حجي قاسم ما اجى العراق. يوم 31 بالشهر كان كذلك تشيع الى الشهداء، وهذا تشيع الشهداء ادى الى الذهاب الى السفاره، والذي حصل اعتصام امام السفاره، وهذا الامريكان كان يعني وضع حساس جدا يعني، وفي حاله حماس شديد وتالم شديد لفقدان هؤلاء الشباب بهذا العدد الكبير، اندفعوا نحو السفاره. ذلك امام هذه الظروف الحساسه انا ما كنت ارى صالحا ان ياتي حج قاسم الى العراق. احنا كنا نلح بعد حادث السفاره، كنا نلح على ابو مهدي انه روح لايران، روح زور اهلك، روح يم اهلك حتى شويه الوضع يستقر بعدين تيجي. فموضوع زياره حج قاسم اجلت هذا الموضوع. سه‌شنبه ها تو اون زمان ما به پرواز مدنی داشتیم، یعنی روتینگ ما همیشه اینطوری بود. ما فرودگاه بودیم، منتظر بودیم آقای ابوبکر تشریف بیارن. ما گفتن که آقای ابوبکر میخواد بیاد اینا. خب طبیعیه که منم وظیفه‌ام بود که هم فرودگاه باشم همیشه، هم موقعی که بالاخره مسئولی فرمانده کسی چیز میداد اینا، بالاخره احتراماً برم استقبال کنم ازشون. من به دفتر گفتم که هماهنگ کنید من میرم فرودگاه، ابوبکر خودم میرم میارم. پرواز نشست و اومد چسبون به فینگر. مطابق معمول بنده زمانی که میخوام در به هواپیما رو باز کنم، از برادرمون مجوز میگیرم که در هواپیما رو باز کنم یا باز نکنم. فعلا من با ماشین رفتیم پای پلکان هواپیما، مسافرها شروع کردن پیاده شدن، سر تیم امنیت پرواز گردن من گرفت، گفت آقا سید کجاست؟ گفتم آقا سید پایینه. گفت بگو بیاد بالا. دیدیم ابوبکر داره پله ها میاد پایین، هی اشاره ما میکنه بیایید بالا. نزدیکتر که بهش شدیم، تقریبا سینه به سینه شدیم، گفت حاجی بالاست. وقتی گفت حاجی بالاست، من همون لحظه سید رو دیدم. مثلا سید رنگ و روش پرید. چندی هست من وایستاده بزن، دیدم از این پله سمت راست هواپیما آقای حسین پور جعفری از پله ها تا وسط پله اومد و هی به من میگه اینجوری میکنه. دیگه ابوبکر نشست توی ماشینی که اونجا بود، من رفتیم بالا. حاجا اون صندلی ردیف اول هواپیما اون گوشه اون سمت چپ نشسته بود، یه دونه از این ماسکام به دهان مبارکشون زده بودن. گفتم که حاجا من که هنگ کردم. گفتن یه صلوات بفرست از هنگی در میای. موقعی که حاج آقا میاد دیگه ما دور میشیم، پخش و پلا میشیم، کاری میکنیم که مثلا نه حاج آقا ما رو ببینه نه ما حاج آقا رو ببینیم. رفتیم پشت هواپیما، آقا سیدم اومد دیگه حاج آقا رو برد و رفت. راننده شد پور جعفری جلو سمت به قول معروف شاگر یا نفر بعدی نشست، حاج آقا عقب نشست سمت راست پشت سر پور جعفری، منم نشستم عقب پشت سر. خب نه تیمی نه حفاظتی نه اسلحه هیچ. یه بدر از راهی که اومدیم، اولا که هی سوال میکرد کی میرسیم، گفتم آقا میریم، منم میرسیم شهر، بعد میریم فلانجا، از اونجا اینجوری میریم. یک کم که گذشت دیگه با آقای صدکبر عقب صحبت میکردن راجع به کارینا. یه دفعه حاجی بدون مقدمه گفت آقای صدکبر، حامد عراق هم دیگه پیر شده، باید شهید بشه. گفت اینجا لازمون بشه. یکی هم دیگه اومدیم جلوتر گفتش که آقای ابوبکر هم دیگه پیر شده، اونم باید شهید بشه. دوره که همین جلوتر باز گفتش که سه تو هم دیگه پیر شدی، تو هم دیگه به درد نمیخوری، تو هم باید شهید بشی. گفتم آقا خدا از زبورت بشنه بشه. گفت ما سی میسه میوه یه از اینکه باید درخ رسیده، اگر نچینمون میفتیم زمین له میشه.
كان مخطط يصير مظاهره مقابل السفاره، مو مخطط ان يصير هاي الحرق والكذا، هاي ما كان مخطط لها، بس ان تجي الناس تتجمع مقابل السفاره هذا خيار. الخيار الثاني ان يصير مقاومه، يعني يصير قصف للمقرات ويصير معركه، يعني هذا صعب كان، لان كان في اصلا مظاهرات في العراق. مظاهرات كان برنامج امريكي لتغيير الحكومه، وكنا نعرف. وأحد الأسباب أن سيد عادل 3 مرات تؤجل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه ينتظرون أنه هذه المظاهرات إذا أدت ثمارها بعد ما يحتاج ماكو سيد عادل يسمحوا له يعني يعطوه موافقة على زيارة الولايات المتحدة الأمريكية. عندما حصلت المظاهرات تبدل البرنامج بشكل عام، الأمريكان سيطروا على الأجواء بشكل عام، وهم بدوا انه ما يسمعون حتى للحكومه العراقيه مطلقا، لم يسمعوا الى الحكومه العراقيه، وكان يطيرون ينزلون يتحركون بالاجواء وكانها اجواء امريكيه. وكان البيت والمقار والحركه بشبه يعني مراقبه دائميه، صوت الطيران المسير موجود. يوم بعد حادث السفاره هو راح لموقع السفارة تيطلب من الأخوة المعتصمين أنه يغادرون المكان، وأنا كنت وياه وما قبل أطلع وياه، أخذ بس سايق وراح بنفسه. أنا هم كنت قلق على وضعه فطلعت وراه بسيارتي. وبالتأكيدات أكيدك يا آقاي أبو حسن آقاي أبو مهدي اونجا ميكرنك يا آقاي نار بيرون بكنيد درگيري کشيده نشه، خیلی سخت جلوی جمعیت رو گرفتن که وارد ساختمون اصلی نشن. و شفت هناك هو يعني بشكل دقيق مراقب من قبل الامريكان، بحيث ال ال يعني الابراج السفاره كانوا يسلطون الضوء السفاره على شخص ابو مهدي من يتحرك هناك، كان مشخصي يعني انه هو اللي يتحرك، هو اللي يجي، هو اللي يروح كذا. فهمي دليل با همين اوزا آقای ابوفدک و دوستان اونجا و بچه‌هایی که اونجا بودن کوشش کردن جمعیت رو کشیدن بیرون از داخل سفارت. من در گاراژ باز کردم که هاجم از ماشین پیاده شدم، هاجی یه ماکسی سویش داره، بعد من همین حالت چوک دستم داده بود. هاجی با همین شوک من هاجی خنده زد، ماکسی برداشت خنده گفت چیه رضا؟ من هاجی آقای چی همینجوری سلام علیک کردم و گفت رضا تو هنوز مجردی؟ گفتم حاجی بله دادم تا الان هنوز که ما مجرد موندیم. بعد خب حاجی اومد داخل خونه‌شم، خیلی حاجی عجله داشتیم وسط. اونجا مثلا هیچ فضای آماده هم نبود که مثلا حاجی بیاد. سردم بود، زمستونم بود. حاجی هم خیلی تبش سرد بود. از سرما زیاد مثلا رابطه خوشی نداشت. تا رسیدیم حاجی اصرار به این که دو تا چیز اصرار کرد. من گفت یک تلفن می‌خوام، دو تلویزیون روشن کنید. تلویزیون چه نشون میداد؟ اون سفارت آمریکا رو ریخته بودن. تلفن آماده شد، صدا تلفن زد، یه تلفن زد به ابو مهدی دی، من اومدم اینور، یعنی جایی که تلفن زد یه خطو اومدم اینورتر، یه تلفن زد به حامد، یه تلفنم به احتمال خیلی زیاد میگم 98% میگم زد به آقای شمخانی. 4-5 ماه قبلش من رفتم تهران خدمتشون، رفتم مرخصی، بعد یه سر رفتم بهشون سرزدم اینا، دیدم که چند دقیقه به من گفت بشین، یه چند دقیقه نشستم باش اینا، یه ذره با هم اونجا گریه کردیم. این حاجی برگشت گفت سید خسته شدم دیگه، گفت عراق من خیلی خسته کرده. کان جدا تعبان، تعبان من السياسه العراقيه، تعبان من جسده، تعبان من العلاقات مع كثير من إخوان. كان يريد أن يرتاح، كان يريد فعلا أن يرتاح، يعني هو يفكر بمصلحة العراق كعراق كحكومة. نقول مو مهم الأشخاص، المهم الحكومة، المهم يكون في حكومة تستطيع أن تخدم الناس. هو حتى قال هذا الكلام لإخوان السياسيين في أحد الجلسات، كان موجودين هذه اللجنة التي تتابع، كانوا يتكلمون على الأشخاص وهذا جيد وهذا مو جيد وهذا كذا وهذا كذا. كان يقول لهم فكروا في شخص يستطيع أن يحمل هم العراق، يستطيع أن يعمل للناس في العراق، يعني ولم يقل كلمة محاصصة، ولكن لماذا تفكرون أنتم كل واحد يريد أن يكون رئيس الحكومة من طرفه؟ من ممكن امروز باشم فردا نباشم. شماها اگر با هم وحدت نداشته باشید و هماهنگ نباشید و این جبهه رو تشکیل ندید، نمیتونید
مقابل این حوادث مهم، چون عراق یک مکان اصلی است. از یه جهت بعضی اشکالات رو میشد به این گروه های اسلامی اونجا نسبت بدی، ولی از طرف دیگه زحماتی که این گروه ها کشته بودن، کارهایی که کرده بودن، در واقع مستحق این هجوم و این عملیات روانی نبودن. و متاسفانه در بیت شیعی که بزرگترین مجموعه شیعه در عراق هست، یه ناهماهنگی و ناهمگونی عجیبی اردم روزشون وجود داشت. بسیاری از جریاناتی که حتی ارتباط نزدیک با خود گروه های عراقی و گروه های شیعه داشتن، بعضی هاشون حتی وارد این تظاهرات شدن، نمیدونستن حادثه چی. در ارتباط با آقای دکتر عادل، آمریکایی خیلی خسارت دیدن، اینا خسارت بزرگ دیدن. اومدن خود ترامپ در عین حال اسد، زمانی که به ایشون تماس گرفتن، ایشون فرمودن که شما اومدنتون از شما غیر قانونی بوده و شما بر ما وارد نشدید، ایشون بیاد از شما ما دعوت رسمیش بکنیم بیاد بغداد، بله من میرم استقبالش. و احساس میکردن که اگر آقای عادل ادامه پیدا بکنه این به تو نخست وزیریش، حتما لطمه به منافعشون وارد میشه و اونا دیگه کمر همت رو بستن، به هر شکل شده حکومتشون رو ساقط میکنن و ساقط هم کردن. الحاج قاسم والحاج ابو مهدي المهندس كان عندهم نظره تجاه المظاهرات. النظره كانوا يقولون هاي الناس اللي جاي تطلع وجاي تحتاج، هاي الناس فعلا ناس مظلومه وفعلا لها حقوق موجوده. صحيح يعني السفارة حاولت استغلال هاي الناس وحاولت اللعب بمشاعر الناس، ولكن بالواقع المتظاهرين أكو عندهم مطالب مشروعة ومطالب حقيقية. فكان يقول للإخوة السياسيين وكان يقول لنا جميعا يجب أن يعود المتظاهرين إلى بيوتهم منتصرين. الدور اللي أد يعني الدور اللي أداه الشهيد حاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي، يعني شلون نقول بالإيقاف الوقوف أمام أهداف هذه التظاهرات، أزعج أمريكا جدا. في تلك الليلة في حدود الساعة 9 اتصل بي الرئيس ترامب، وكانت تعرفون 31 كانون هو رأس السنة الميلادية، وهي بالنسبة احتفالات تجري في الولايات المتحدة، ويعني شكر أن تم إنهاء. وقال من هم هؤلاء؟ هل هم إيرانيون؟ قلنا لا، هؤلاء عراقيون احتجوا على مسألة القائم، ونحن حذرنا وزير الدفاع الأمريكي أسبر من أن ستكون هناك ردود فعل خطيرة وعنيفة. قال نحن لا نعرف الإيرانيين جيدا، أنتم تعرفونهم أفضل منا. أنا قلت له الإيرانيون يقولون نحن لا نريد الحرب، وأنتم تقولون لا نريد الحرب. واللقاء استمر بحدود ربع ساعة، يعني المكالمة استمرت بحدود ربع ساعة. قال أنتم مفاوضين بارعين جيدين، ما تستطيعون أن تعملوه في هذا الشأن نحن مستعدون، وأنا أعطيك يعني أن تتصل بي متى ما أردت مباشرة. كرر هذا الأمر مرتين على ما أتذكر، ونحن مستعدون للاستماع. طبعا لم يكن راضيا عن إيران، حاول أن تتصل بالإيرانيين ونحن أيضا سنكون مستعدين، وأرجو أن تجلب لنا أخبار سعيدة في العام القادم. ما به حاجی گفتیم که اینجا نم. گفت باش، خودم اینجا نمیخوام بمونم. گفتیم خب برنامه‌تون چیه؟ حاجی گفتن که من میرم لبنان و چهارشنبه آخر شب برمیگردم یا پنجشنبه.
دیگه نشستیم تقریبا تا ساعت شد در 12:30 بعد شب. فقط به من حاجی گفتش که قرار زیبه بخوابه، گفتش که پرواز کی داریم برای بغداد. گفتم آقا من فردا سوال میکنم بهتون میگم. حاج قاسم كان عنده زياره قبل الزياره الاخيره اللي استشهد بها يوم 22/12. كنا جالسين في بيت الحاج ابو مهدي وكان جلسه جمعتنا. هذه الجلسه كانت جلسه مهمه جدا وكان بها قضايا سريه، باعتبار ان الامريكان بعثوا معاون وزير الخارجيه الامريكي. معاون وزير الخارجيه الامريكي جاء الى العراق وأبلغ المسؤولين العراقيين أن أمريكا جاءت إلى العراق وستجيء أكثر وسوف لن تخرج من العراق، وهذا ليس أخذ إذن منكم، هكذا كان يقول. أليس أنا الذي وقعت اتفاقية مع أمريكا، اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات؟ إيران ما قالت لماذا وقعتم، لأن هذا شأن عراقي. إحنا نعتقد بأن العراق يستطيع أن يستفيد من أمريكا، ولكن حينما تكون أمريكا مثلا تريد أن تتدخل بالشأن العراقي أو تريد أن تتخذ من العراق منصة للإضرار بالدول الأخرى، نقول لا. أمريكا بالاتفاقية عام 2011 تخرج كقوات عسكرية من العراق، ولا يبقى في العراق منها إلا الوجود السياسي والعسكري والعلاقات الدبلوماسية وما يتفق عليه مع الحكومة، أما كوجود عسكري انتهى في 2011، فهذا مرفوض. أما أن تأتي مرة أخرى أمريكا وتريد أن تحضر عسكريا، هذا احتلال جديد، فالاحتلال الجديد يقاوم. سردار سلیمانی یک نیروی کاملا عملگرا، واقع بین و نه تنها یک جنرال، واقعا یک دیپلمات بود. گفتم که میاد یا نمیاد حاجی؟ گفت که اومد و بلافاصله رفت بیروت. تقریبا ساعت 1 بود رسید بیروت، گفت که من میخوام زود برم، یه جوری ترتیب بده که من زود برگردم، میخوام امشب برگردم. گفتم حالا چه عجله‌ای داری یه شب بمون؟ گفت نه جلسه دارم میخوام برم. من تماس گرفتم با دفتر آقا سید، صحبت کردم، چون نمیخواستیم مزاحم برنامه‌های آقا سیدم بشیم، معمولا هم آهنگ میکردیم دیگه، چون ایشون از برنامه‌های از قبل تنظیم شده داشت معمولا. گفت حالا خبر میدیم به شما و اینها. دوباره حاجی پرسید چی شد؟ گفتم که خب الان پرسیدی، بذاری کمی صبر کن، الان میپرسیم، هماهنگ میکنیم. گفت من عجله دارم میخوام برم. خیلی عجله داشت. گفت من کار خاصی ندارم، فقط یه سلام علیکی میکنم و زود تمام میشه، من یک ساعت بیشتر کار ندارم، اینا برنامه‌شون رو به هم نزنن. بعد گفت حالا من تا تو هماهنگ می‌کنی من یک سر میرم منزل شهید حاج عماد، یک سری به خانواده شهید حاج عماد می‌زنم. العم حاج قاسم كان دائما لما ينزل على لبنان اول شيء يزور بيت سيد حسن الله يطول بعمره وبعدين يزورنا، لكن هالمرة عكس كل مرة، أول شي زارنا نحنا وبعدين زار سيد حسن. ولما نزلت من الطيارة وصلت المكان محل إقامتي شفت أن السبحة ما أنها موجودة، وسأل من ماما عدكم سبحة؟ ماما قامت وجابت له كيس مملي من السبحة. عمو دخل إيده بالكيس طلع سبحة كانت من تربة الإمام الحسين عليه السلام. نشستم بصحبت وإنها، خب خیلی ایشون سر حال بود، خیلی بانشات بود، عجله داشت ولی هول نمیزد، یه آرامش خاصی هم داشت. كنا نمزح فيما بيننا وكان الحج اكثر مره مرتاحا
سعيدا، مع أنه لديه هموم كثيرة يعني في أماكن أخرى. بتعبيركم خيلي صريح البود. فما يطلبه حاج قاسم هو أن يكون عراق فيه كرامة الدولة، فيه كرامة المواطن، وما كانوا ينظرون للتمييز في دعمهم أو في موقفهم في العراق لتقوية الوضع الشيعي على الوضع السني أو على الوضع الكردي أو الكردي على السني، إنما كانوا ينظرون للعراق كدولة. وهذه النظرة بصراحة فيها استراتيجية طيبة، لأنه لو نظروا للعراق على أنه دعم للشيعة فقط لكان ضرره أكبر بكثير، لأن العراق ينشطر. أمريكا تدرك أهمية وجود حاج قاسم، وهي تتابع وترى أن حاج قاسم في الليل في سوريا في حلب، وفي اليوم التالي في الموصل وفي صحراء الموصل في العراق، وفي يوم آخر في مكان آخر. هذا تراقبها أمريكا. طبيعة حركة حجي قاسم كانت مكشوفة، وفي كثير من المواقع خصوصا بالميدان بالحرب، احنا يعني احنا او الاخوان في الجبهه كانوا يبلغون الرابطين مع القوات الامريكيه انه حجي قاسم موجود هنا، لا تقصفوا بالغلط وتقولون بعدين غلطانين. هو حجي قاسم كان يتحرك يصعد على الدراجه وبشكل فردي يروح للخط الامامي. الحاج كان لديه رؤيه، كان يقول هذه المعركه، وهذا صحيح بدرجه كبيره جدا، في العراق وفي سوريا كانت تحاج بحاجة إلى ثبات كبير، إلى شجاعة عالية، إلى صمود في جبهات القتال. عادة في عندما يأتي الإخوة هم يعني هم في المكتب، هم يأتون بالكاميرا ويبدأون بالتصوير، أحيانا لا يفعلون ذلك، لكن هذه المرة الأخيرة هو قال لهم، ناداهم وقال أين الكاميرا، تعالوا. حتی یه چند تا عکس گرفت، بهش گفت عکس بیار ببینم عکس چجوری در اومد، نگاه کرد گفت ها این خوبه. هذا كان آخر لقاء بيني وبينه. أنا طبعا قلت له حجي أنا أرجوك أن لا تذهب إلى بغداد، الوضع ليس جيدا، الوضع مقلق. قال لا أنا لابد أن أذهب. موقعی که حجی میاد توی دفتر آقای حجازی، اونجا داشت لباس عوض میکرد و آماده بشه بره، فاطمه زنگ میزنه جواب میده، بعد گوشی رو میگیره، اینو میگه که حاجی رفت، میگه نداره آمده، میگه حاجی من یه چیزی یادم رفته حتما باش صحبت کنم. قلت له عمو الوضع هنيك مو منيحه كثير خطر عليك. العم جاوبني شوفي قديش الجو جميل، الجو كثير منيح. من پای تلفن نبودم، ولی یکی از دوستان ما اونجا بود، شنیده بود که دختر شهید پرسیده بود که اینا معمولا حاجی رو به عمو خطاب میکرده، پرسته بود که عمو کجا میری؟ بعد حاجی با خنده بهش میگه عمو انا رایح به اتجاه المقتلی. یکی از برادران عزیزی که در لبنان هست و خب مورد تهدید دشمن هست و رژیم صهیونیستی به دنبال او هست، معمولا اونجا بود موقع خداحافظی حاجی که داشتیشون سوار میشد که بره به سمت دمشق. حاجی بهش گفت که فلانی، به عربی هم بهش گفت، گفت که حواست جمع باشه، این خنجر دشمن روی گروه تو، مراقب باش. اون گفت که نه، خنجر دشمن روی گروه شماست. حاجی هم یه خیلی حالت آرام و ریلکسی داشت، گفت من که آمادم. شاید این آخرین کلامی بود که من از ایشون شنیدم. بعد از چند دقیقه دیگه سوار ماشین شد رفت. آقا سید به من زنگ زد گفت برای بغداد چه پروازهایی داریم. اتفاقا تو فرودگاه بودم، رفتم دفتر ترافیک گفتم که برای روز چه روزهایی بغداد دارید؟ گفتش که ما پروازمون جهت روز جمعه است. گفتم وضعیت جا چطوره؟ گفتش که پرواز ما فوله. اومدم تو دفتر، از خط امنمون زنگ زدم با حاجی آقا، گفتم حاجی آقا هواپیمای سوریان ایرلاین جا نداره، میگه پروازمون چارتر فوله.
گفت زنگ بزن به اجنحت شام. اجنحت شام یه شرکت خصوصی سوریه. زنگ زدم به مدیر عاملش، تو منزل بود، از خط شهری با ایشون صحبت کردم. گفتم آقا میگه ما پنجشنبه ساعت 19:20 پرواز داریم برای بغداد. گفت بهت خبر میدم. بعد از 10 دقیقه گفت 6 تا جا بکشید. اون شب حاجی تشریف آوردن، خیلی یعنی شب چهارشنبه حاجی تشریف آوردن. گفتش که پنجشنبه همایون کن ماما بیاد. آجاقا روی خط امنم زنگ زد، گفت کجایی؟ گفتم آجاقا فرودگام. گفت به دفترم زنگ بزن. با خط امن به دفترم زنگ بزن. ما هم زنگ زدیم. گفتم سلام آقا. علیک السلام. آی برادر. گفتم جانم آجاقا. گفت یه بلیت دیگه هم بگیر، خودت هم باید بری. ساعت 3:30 صبح بود، حدود یه ربع چهار دیدم چراغای اتاقش همش روشنه. یه خورده نزدیک در حاجی شدم، گفتم برم حاجی صدا کنم، یعنی کاراش انجام بدم ندم. خب دیدم از تو اتاقش صدای شعر حماسی میومد، در مورد شهدا میخوند، در مورد مثلا یعنی انگار حالا آقای جنگی من فکر خدای حاجی چرا میخونی این موقع صبح. حاجا رفتش قبل که ما صابونه بخوریم پای تخته شروع کرد نوشتن. حاجا میره پای تخته که نکن نره، اما مثلا هر 20 جلسه 10 جلسه بگیم 12 بند یا 11 تا، حالا یادم نیست، نار نوشت حدود 6 تا 7 بندم سمت راست صفحه نوشت که ما این دست خطشو داریم. خوب بود بالاش می‌نوشتیم تدوین سیاست‌ها و راهبردی 5 سال آینده، 4 سال آینده، مثلا این چیزی باید بالاش می‌نوشتی. عصری به زنگ زد گفت من شب ساعت 11:30 پرواز دارم و دارم میام، و اولین باری بود که گفت من نمیرم خضرا، مستقیم میام پیش شما. پرسنل اجنحه زنگ میزنن به کلیه مسافرای پرواز بغداد که آقا پروازتون به جای 7:20 شده 10 شب. پرسیدیم چرا 10 شب؟ همون شب فرودگاه دمشق فرودگاهیه که در زمستان مهالود میشه، مهش هم سنگینه، یعنی بهش میگن ویزیبیلیتی، دید صفره، دید خلبان نسبت به باند فرودگاه صفره. تو همین که می‌خواستیم نزدیک نوال باشه اومد. با حاجی گفت که پرواز تأخیر خورده. 6-7 نیستش، رفته 10 شب. حاجی یک کمی ناراحت شد، گفت آه، یه همچین حالتی تو چهرش جور شد. من با حاجی گفتم که بلافاصله گفتم حاجی پس اینجا نم، از صبح تا حالا اینجا بودیم خوب نیست، جامونو عوض کنیم، جا رو عوض کنیم. که حاجی گفت باشه میریم. حاجی چه موقع اینقدر طولانی اینجا نمیمون؟ نمیدونم شد صبح مونده بود آجی، جایی که حالا زن لازم ما شاخصه اونجا، یعنی همه آدم قرمزا اومده بودیم اون تو. همیشه بهترین آدم ها اگر بدترین همراه ها را داشتن شکست خوردن. بالعکس هم بوده، بدترین آدم ها بودن بهترین همراه ها را داشتن پیروز شدن. ما تو تاریخ زیاد بودم. خب من میخوام برم عراق، تا صبح نمیتونم بخوابم. خب من از الان تجربه اینقدر مهمه فردا برای من، من فردا تو سرنوشت ساز عراقه. و طلعوا يتوسلون على مهلة 3 أشهر للانسحاب. بحيث اذكر انا رحنا في اليوم خدمة الحج قاسم الله يرحمه شهيد، فقال انا عندي كلام وياكم ولكن شوفوا سماحة السيد قبل لا تشوفوني. رحنا لبيروت شفنا السيد حسن، قلنا له شنو الموضوع حج قاسم عنده كلام ما تكلم به، شنو ليش يعني؟ قال الأمريكان الآن جادين بالانسحاب، طلبهم الوحيد أن تنطونهم مهلة وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر حتى ينسحبون بدون إهانة يعني. وأنت شو تقول سيد؟ قال أنا أقول توقفون. وحج قاسم يستحي يقول لكم توقفوا عن عمليات ضد الأمريكان، أنا أقول لكم توقفوا.
چون تلفنی نمیخواستی مردم رو شما که موضوعات مطرح بشه، اومدن حاجی رو من رفتم به آقای امام مهدی اطلاع دادم. حاجی حامد به من گفتش که به امام مهدی بگید که رفیقتون امشب مردم رو شما که میان. دو سه نفر بیشتر مطلع نبودن. رفتم گوشی رو برداشتم، دیدم که آقای ابو مهدی مهندس. گفت از دوستمون چه خبر؟ که انشالله بهرانه. گفتم یه مدت تاخیر داره، پروازم قرار بود هفت شب بشه، بعد تاخیر خورده به خاطر شرایط آب و هوایی، دیگه شده بود ده شب. من دیگه از اتاق اومدم بیرون، یه دو دقیقه گذشت دیدم صدا میکنه سید. دیگه من تو گفتم که، گفت کی برنامه ما؟ گفتم که آقا یه دو سه ساعت دیگه. من چند دقیقه دیدم وای کنه شاید دوره کار داشته باشه، وایستادم اونجا. دیدم که حاجی بهش اون ظاهرا اصرار میکنه، یعنی درش میگه که من خودم میام اونجا. حاجی من خودم شنیدم ازش. گفت آقای ابو مهدی ما داریم میاییم دیگه، شما نمیخواد بیای خودت فرودگاه، فقط محمد رضا رو بفرست بیاد، محمد رضا جابری رو بفرست بیاد. دوباره باز دیدم که ظاهرا باز اون اصرار کرد، دوباره باز حاجی بار دوم تکرار کرد. گفت بابا ابو مهدی ما میام شب میبینیمت، شما دیگه خودت نمیخواد بیای. پیغام با آقای آدمو شما که عادل رسید، چون صبح ساعت 8 صبح با آقای دکتر عادلشون جلسه داشتن. آقای دکتر عادل گفت که من از امروز شما که به حاج آقا بگین تشریف نیارن، من میرم خدمت ایشون ایران، میرم برای اینا. حاجی خود امر کرده چیزی که میگفت که من نمیمونم اونجا. نامه فرستادن سعودی ها، ما داریم میایم که من میخوام نامه رو خودم بگیرم ببرم ایران ببینم موضوع نظر سعودی ها چیه. یه دفعه صدام زدن گفتن که حاجی داره میره. یونس بدو حاجی داره میره. همینجا بره، همینجا بگه ماشین حاجی سوار شد و خدا حفظی کردن رفتن. نارا عامر بره من تعریف میکنه، میگه تو خونه که رفتیم نشستیم، میگه حاجی رفت تو اتاقش. بعد من که تو راه رو رد میشدم میدیدم حاجی نشسته رو جلو این میز که آینه داره یه چیزی مینویسه. بعد بلند میشه میاد بیرون، میومد بیرون میشست یه پنج دقیقه با ما، باز دوباره میرفت. یه حالت بیقراری داشت. اوجیشون وقتی مواسن حرکت کنن، حسین آقا اومد، من داشتم تو آشپزخونه کارا رو می‌رسیدم، حسین آقا اومد گفت رضا سری بیا حاجی تو سالن وایساده کارت داره. گفتم حسین آقا دستم همه کافی یا آب اینا. گفت نه سری حرکت کن، بود حاجی منتظرته. آره بچه‌ها می‌خواستن ماشین می‌خواست حرکت کنه، حاجی گفت من رضا رو ببینم. رفتم داخل اتاق، دیدم حاجی جان در خدمت، حالا آسینم بالا زده، بعد دستم همه خیس. حاجی اومد به سمت من، وقتی حاجی اومد به سمت من دویدم به سمت حاجی، من خودم خجالت کشیدم، حاجی چطور دوید به سمت من، بغلم کرد و گفت آرزو اذیتت کردیم و ببخشید حلالمون کن. یه نوازشی کرد و گفت خداحافظ، همینجوری رفتش. بیسیم دستم بود، حاج آقا رو بیسیم با من رمزدار صحبت میکرد. وضعیت چطوره؟ کی آماده ای؟ ما هم بهش گفتیم 10 دقیقه دیگه آماده ایم. بعد 10 دقیقه دیدم یک کارتون برای من آورد. این کارتونه توش انار بود. گو این کارتونه رو با خودت میبری اونجا میدی تحویل. بعد گفت رستیم فرودگاه که بریم، گفت وایسا. وایسا یه نگاهی بالا کرد، نه نگاه پایین، گفت خوب برو الان. گفت رفتیم نزدیک وسط باند که رسیم، گفت وایسا. یه نگاه باز کرد، یه نگاه این بر آسمون کرد و گفت حالا برو. من رفتم دم در اسکورتشون کردم، آوردم داخل فرودگاه. قبل از اینکه مثلا به این فینگری که آقا بهش وصله من وایستادم، دیدم محافظه نیومدن هنوز. من وایستادم اومدم به همین از سمت راننده به حاجامر گفتم که حاجامر محافظه نیومد، گفت جلوتر از ما اینا. دیدم حاجی با عصبانیت گفت برای چی وایستادی اینجا؟ گفتم حاجا هم فینگر شلوغ جمعیت توشه، شما یکم زود اومدید، همین که محافظه. گفت نبریم سوارش اینجا وای نستید. گفت برای اولین بار، گفت وقتی که رستیم، گفت برو زیر پله هواپیما. در حین مسافر سوار کردن، یعنی 4-5 تا 6-7 تا مسافر بیشتر دیگه نمونده بود، دیدم یک دفعه بدون اطلاع به من مثلا بگه آماده باش یا هماهنگ باشیم، دیدم ماشین اومد پای پرواز. بعد گفت ابو کجایی؟
گفتم آج آقا من سر جامم. پشت بیسیم زیاد توضیح نمیدیم که کجاییم چی نیستیم. من که بیسیم هم مال مجموعه است و سوار شد و بعدم خدمتشون شد مسافرم تموم شد و محافظم تو همین فاصله رسیدن و همه سوار شدن. حسین پور جعفری معمولا تو این سفرها می اومد می رفت در حد این که سید کاری نداری خداحافظ. این بار حسین پور جعفری اصلا پای پله وایستاد، گفتش که سید ما تو رو خیلی اذیت کردیم، این دفعه هم از من ناراحت نشو، من گوشی رو برداشتم به تو خبر بدم که ما داریم میایم. حاجی گفتش که نمیخواد زنگ بزنی اونجا هست. گفتیم که حاج آقا هستش. گفت یه هستش نمیخواد خبر بده، میریم همینجوری دیگه. حاج آقا کلاه سرش بود، ماسکی هم که حاج آقا زده بود هیچ چیش مشخص نبود، یعنی صورت حاج آقا اصلا مشخص نبود. بعد شهید پور جعفری بغل دستشون نشسته بود، بعد شهید هادی طارمی بغل دست من نشسته بود و شهید شهرام و شهید وحید هم پشت سر حاج آقا بودن. دیگه در آپارتمان بستن ترم ساعت 10:20 ده و نیم شب به وقت اینجا دیگه پرواز حرکت کرد رفتش. حاج آقا در طول مسیر خواب بود، من و شهید طارمی بغل دست هم نشسته بودیم. پاش دراز کرد گل به روتون، گفت کفشم قشنگه؟ گفتم آره مبارک باشه. گفت میدونی چه بلای سرم اومد؟ گفتم چه بلای سرم اومد؟ گفت رفتم زینبیه زیارت کردم، نماز خوندم، دعا کردم، بدون کفش موندیم. آقا سید فهمید، سری دستور داد رفتن همین مول شام سیتی سنتر یک کفش برامون خریدن و آوردن. این کفش خوبه؟ گفتم انشالله به دل و خوش به پا کنه. بعد آقای طارمی گفت با اجازت 10 دقیقه میخوام قرآن بخونم. گفتم مارم دعا کن. و چشم دست برد جیب کاپشنی که تنش بود، قرآن مجید در آورد، 10 دقیقه بالای 10 دقیقه قرآن خوند و بوسید و گفت دعات هم کردم. گفت خدا طول عمرت بده. الليله يردوني هاجمون احدى مقرات الحشد الشعبي الساعه 12 بالمنطقه الخضراء. تواصلت ويا كرم، بلغته قلت له اكو هيك معلومه وصلها للحج. انا كنت في بيت الحج مهدي الى الساعه 11:30 في بيت الساعة 11:30 ونقعد نناقش شنو الإجراءات الأمنية مقابل هاي الوضع، شنو عندهم الأمريكان، شنو يريدون الأمريكان. الحجة بمادي تعبان راح لغرفة النوم ماله، فاتفقنا نروح، يعني كل من يروح له. رجع كرم خابرني كان يقول لي صاحبك يريدك، يقول خيمر علي. أنا توجهت للبيت هناك، لقيت كرم جوا بالصالة، حجي بدل وكمل وطلع. فبالأثناء أجا دكتور علي الخفاض، لازم بيده عوكية العصا مالته، وقفت أنا أحكي وياه إنه وضعك الصحي يعني ما يساعد، يعني هو كان تعبان بهالحج. قال له راح نروح بمكان ساعة أنا وأحمد ونرجع. بقيت ألح عليه هواية إنه الوضع الأمني مو زين، وأنا كنت أجي هم شفت فد رتل الأمريكي داخل المنطقة، فنقلت له الموضوع. لكن انا ما اعرف انه رايحين للمطار او انه الحجي حاب يتاكد من هاي المعلومات بخصوص القوات العراقيه اللي نزلت على الارض وانتشرت. وحجي قاسم كان يعني من ياخذ قرار بعد يلتزم بقراره وما يناقش، حجي ابو مهدي كذلك يعني. قال له روح وياكم؟ قال له لا اذا هاي اعطيني العلاج وروح. قال له لا انا انتظركم ما عندي مشكله. نزلت من وياه من الدرج، هو صاح لاحد الاخوان، 2 من الشباب صاح لهم، فقال لهم حضروا السياره. وحكى على انفراد ويا واحد من عندهم، احنا ما اطلعنا شنو يعني، هو حكى بشكل خاص. نزلنا، اول ما نزلنا سلم موبايلاته للسكرتير وبلغ الاخ مسؤول الحمايه اللي موجود، يعني هو الـ 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 كل احنا اللي موجودين حتى اللي يعني قريبين عليه جدا ما كان عندنا علم انه حجي قاسم دا يجي اليوم. انا وياه قعدنا بالسياره، بالاضافه انه يقودها كرم، توجهنا. أنا ما كنت أعرف إنه إحنا وين متوجهين أو وين رايحين. إعلام كردن که هواپیما در حال ارتفاع کم کردن و نشستن در فرودگاه
بغداد هستیم. تو این پرواز حاجی آقا از زمان ورود به هواپیما تا زمانی که هواپیما چرخاش زد زمین، حاجی آقا کاملا سرش اینطور بود، شهیدپور جعفری بغل دستش، خواب خواب. دخلنا من عبرنا التفتيش الاول المطار، ف الحجي هنا قال لي رتب لنا انه دخول نرجع للمنطقه الخضراء فد اربع سيارات خمسه. هالاثناء انه لقينا سياره صالون سودا طابقه امامنا بالطريق، فرمش لها كرم باللايت. نزل من عندها محمد رضا، الشهيد محمد رضا الله يرحمه، وهنا بعد توقف سيارتنا. المهم نزل الحجان، نزلت ورا من الصفحة الثانية، صعد بالسيارة، صعد ورا، وانا فتحت الباب للتصعد. يا قال لي لا ابوي خليك هنا ربع ساعة وجاي لك، بس رتب لنا الوضع بقيم كرم. هم حركوا توجهوا، احنا فرينا السيارة ورجعنا. رجعنا طبقنا امام الخروج، امام الدخول مال المطار بالسيد الخروج، طبقنا السيارة وظلينا. اولین شخصی که پیاده شد بعد از اینکه پله به هواپیما چسبیده بود، حاجی آقا بودن با کیف کوچیکی که همیشه همراهش بود. یه ماشین مشکی پای پله بود. این پله هواپیماست، پیاده شد، یه ماشین اومد دقیقاً چسبیده به پله. سوار ماشین شد که چسبیده بود به هواپیما. ماشین 10-20 متر جلوتر منتظر بود که بقیه همراهان سوار بشن. ماشین رفت، دوتا ماشین پشت سر هم، ماشین مشکی اول که حاج آقا توش بود رفت، بعد ونه پشت سرشون راه افتاد. یعنی هو ربع ساعه قال حجي تاخر الوقت شويه، فرام قال اتصل، قال تاخر، وقلت له اي صحيح تاخر، وقال خابر، قلت له لا ودي الرساله. جواب محمد رضا كان الله يرحمه انه باتجاهه. بالاثناء صارت الضربه يعني ورا وقت قليل يعني كلش. اول لحظه جانا اتصال بلغونا انه صار قصف بمطار بغداد. ممكن يكون قصف صواريخ، ممكن يكون قصف، ما معلوم شو نوعية القصف، بس اكو قصف بمطار بغداد. ظلينا بقلق وهاي، بس انا احس بطمئنان انه الحج ابو مهدي مو يم الوضع. بعد دقائق تبين لنا انه اكو قصف طيران، طيران قاصف، واكو سيارتين استهدفتهم طائرة امريكية واحترقن بالكامل. خلبان درخواست سوخت کرد، ماشین سوخت اومد پای پرواز، وصل که کرد یه دفعه مهندسه اومد گفت که قطع کردن سوخت و نمیدن بمون. پرسجو کردن، گفتن فرودگاه بغداد تا اطلاع ثانوی بسته است. گفتن چرا؟ گفت به دلایل امنیتی. هلثنا اتصل کرم على محمد رضا ما حصله بالوحده تقريبا، ورا الوحده جزء بخمس دقائق قعدت على اثر تليفون من الاخ احمد اللي هو كان مرافق الحجي، فقالوا صارت ضربه بالمطار، واحنا قالوا موجودين على بوابه المطار، فبدا يعني قالوا شفنا راسا اكو حركه غريبه من الحمايه اللي موجودين هناك والمفارز مال جهاز مكافحه الارهاب اللي موجودين ببوابه المطار، فقالوا بدأوا يضربون علينا هذا الليزر الأخضر ويتحركون باتجاههم، قالوا ضايقوننا. فرجعنا دخلنا يعني صار فتح المطار، جهزنا قوات احنا لاقتحام المطار، صراحة جتنا توجيهات انه اقتحام المطار. بعد دقائق تقريبا خمس دقائق عرفنا انه اللي موجود بذن السيارتين او السيارتين تابعات الى تشريفات هيئه الحج الشعبي. احنا نعرف كنا بهذه الفتره حج قاسم راح يجي، ايش وقت ما ندري، ما مطلعين. توقعنا اكو ضيوف مباشره. انا اول اجراء سويته اتصلت انا تليفون الحاج ابو مهدي.
هو سمعت صوت تليفون الحج بالغرفة، يعني الحج من طلع ما أخذ وياه تليفوناته، تليفونات اثنين تركهن بالغرفة وكنت أسمع صوتهن. اتصلت بحدود 20 مرة أكثر يرن ماكو جواب. حاج حامد به من زنگ زد گفت که حاج حیدر یک خبر بسیار بدی برات دارم ولی ان شاء الله که صحیح میشه. انضم الينا مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله مساء الخير، هل وصلتك اي معلومات بخصوص هذه الانفجارات وماهيه الطيران في سماء العاصمه؟ وجدت خبر عاجل على هذه القناه الفضائيه يقول قصف صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد. المهم بقينا نتصل ما حصلنا جواب. وإحنا أنا نفسي ما كنت أعرف أنه موجود الحجي أو ما موجود، أو أنه هاي السيارة نفسها اللي كان يقودها محمد رضا أو حجي قاسم وياهم أو مو وياهم، منو الأفراد البقية؟ وأنا بعد ما انتظرت قلت لهم أنا راح أطلع أروح باتجاه المطار، إذا الحج رجع بس تلطوني خبر. ركبت سيارتي وطلعت. بهالأثناء بعد بدأت التليفونات تيجي علي، كل ساعة واحد يتصل بي يسألني عن الحجي، وأنا من قلقهم كنت أغلق أكثر. إلى أن وصلت بعد الموقع الحادث وشفت الواقع، يعني بعد وصلت السيارات محترقة وبيها نار بعدهم ما مطفيها. فأحد الأخوة المسؤولين أنا أيقظته وقلت له اتصل بطهران وشوف هذا الموضوع شو، لأن كنا نتصل مع الأرقام عندنا في بغداد الأخوة لم نجدهم، مثلا اتصلنا على أبو مهدي ومكتب أبو مهدي لم يجبنا أحد. اون وقت شب تلفن بی وقتی بود. تلفنی که برداشتم دوستان لبنانی بودن، گفتن که حاجی قرار بود بره عراق، شما خبر دارید؟ رفت نرفت؟ کی رفت؟ گفتم که قرار بود سر مغرب، عصر و مغرب و اینا برام بود بره. اگر تغییری تو برنامه‌اش نشده باشه علال قاعده باید الان رسیده باشه. توجهنا للمطار مباشره للحادث. بالضبط يعني بعد 20 دقيقه احنا كنا هناك، بعد الحادث 20 دقيقه وصلنا للمطار ودخلنا بدينا نفتش. لا احنا اذا اقول لك هسه اقول لك اياها بصوره غريبه، احنا تفاجئنا بحضور القوات الامنيه والرتب احنا تفاجئنا انه دوريه مال شرطه مع رائد. ما اطلاعاتي داريم كسري حداقل بعضي از كساني كه در اونجا بودن از حادثه مطلع بودن، ميدونستن كه حادثه ميخواد اتفاق بيفته. اگر نه ساعت 2 شب چه توی سيستم تيمي ميره همه اسناد رو جمع ميکنه و ميره. الوضع فوضوي بشكل كامل. رجال الاطفاء كانوا موجودين، شبابنا اللي يشتغلون مع الأخ الشهيد محمد رضا كانوا موجودين، وإخوان آخرين من المطار نفسه. من اتصال بي اتصال بالموبايل، اتصلوا بي الأمن، مسؤول الأمن الشيخ علي معاون مسؤول الأمن، قال حجي صار ضربة على محمد رضا. أول شيء شفت السيارة مال الأخوة، السيارة اللي كان يعني باقي من عندها حطام والنار بعد بيها، سيارة الأخوة الحماية، سيارة ستاركس، ما كان ممكن يعني نتعرف أنه من بداخل السيارة، لكن يعني بحثت بيها ما لقيت في شيء فعلا يعود للحج أبو مهدي أو حج قاسم. في حدود الواحدة ونص، بين الواحدة ونص والثنتين، ابني استيقظني قال لي اكو تفجير صار على طريق المطار، يقال انه الحجي ابو مهدي والحجي قاسم ضمن هذا الموضوع. جيت بالطريق اتصل بي ابو حسن عامري، قال لي ابو فدك شنو القضيه؟ قلت له محمد رضا الظاهر قاصفين المطار. قال لي ابو مهدي موجود؟ قلت له لا ابو مهدي انا هسه قبل ساعه كنت عنده بالبيت، تركته نايم بالغرفه،
ما معقولة شنو وراح ماكو شيء. قال لي الله يبشرك بالخير. توجهت بعد للنار الثانية اللي كانت هي السيارة الأفالون اللي خاصة بالشهيد. كنت تدري يعني هذه السيارة اللي يقعد بيها الحج. كان باقي بيها جثة الشهيد محمد الشيباني رحمة الله عليه، باقي جزء من عنده إيده اللي لازم السكان، وكان بيها المحبس وبقايا آثار من مقتنيات الحجاج. بعد از گذشت 40 دقیقه ماشین سوخت اومد. سوخت رو زدیم و عرض میشه به حضور انورت هواپیما مسافرگیریش کرد و هواپیما تیکاف کرد و اومدیم دمشق بعد از 1 ساعت و 40 دقیقه تأخیر. با ایران تماس گرفتم، گفتم شما خبری چیزی داری؟ هم گفت اظهار بی اطلاعی کرده. هیچ کس اطلاع نداشت تو ایران. اولین تماسم با آقای سعدالقائنی که جانشین ایشون بود گرفتم، گفتم ماجرای یک همچین اتفاقی شده، حادثه اتفاق افتاده، ساعتای 2 بود تقریبا. ایشون گفت مطمئنی؟ گفتم مطمئنی. نه واحد من الاخوة صح علي و قال لي هاي ايد حجي قاسم. رحت أنا موقع الإيد يد وفيها خاتم، كنت أعرف أنا خاتم الشهيد سليماني، فبدأنا نتأكد. كنا يعني قلت لك كنا عايشين في وضع مقلق، وأنا الصراحة حتى على جثة الحجاج ما كنت أأمن. المهم بعدها لقينا بعض الوثائق، لقينا جنط بيهن بعض الباسبورات وبيهن بعض الخواتم وبيهن بعض الباجات، تعرفنا عليهن. يعني اكو بعض المستندات اللي كانت وياهم كانت دائما برفقة الحج من يجي. تعرفنا قسم من الاغراض، البور جعفري مرافق الشهيد الحاج قاسم سليماني. حجي رحمة الله عليه اخوانا يعني قبل لا يطلع شفته، كنت أعرف كل تفاصيل ملبسه، بطرونة وقميصة وقمصلتة والعصا مالته ونظارته ساعته حتى حذاء، يعني كنت يمه من لبس الحذاء مالته، فكانت ببالي كل تفاصيل ملابسه. الآن صاحوا لي الشباب كان أكو قطعة من فروة رأس، يعني هذا القسم الخلفي من الرأس، شعر ورقبة، والشعر كان لونه رمادي، أبيض على رمادي. أنا شكيت يعني يكون إنه هل هو هذا حجة ومهري، حجة ومهري شعره أبيض تماما، فطلبت من الإخوان يجيبوا لي مي. واحد من الشباب جاب لي مي أو بطل مغذي ما أعرف، ف زمت الفروة بيدي وقمت أغسل الشعر حتى أشوف هل هو أبيض لو لا. يعني بداخلي ما أريد أصدق، أو إذا طحت مال إنه واحد من عندهم عايش بعده ما صعد وياهم أو طالع أو أي شيء آخر. يعني الصراحة إنه تفقد اثنين بنفس الوقت يعني في شيء غير قابل للتصديق لحد هذا الوقت. هو إحنا ما ممكن إنه لحد هذا الوقت إحنا ما قادرين نصدق إنه اثنينهم غايبين عنه. محابس بقيت أدور، وبقوا الشباب الآخرين هم يبحثون وياي. الآن لقيت يعني وجدت
ساق رجل يسرى وكف الرجل يسرى. أنا كان يعني من جملة العلاجات اللي دائما كنا نسوي الحج أبو مهدي كنا نسوي له علاج طبيعي لأن ركبة بها مشكلة. ف من لقيت الرجل بعد يعني مثل اللي تأكدت مساعدتها انهد حيلي وقعدت بالشارع وهزمت الرجل بيدي فكانت يعني مؤكدة انه هاي رجل حج ابو مهدي يعني كنت اعرف كل تفاصيلها. بعد شرایطی بود که ما واقعا ابهام بود برامون که اینا میخوان چیکار بکنن. حالا مثلا حاجی رو زدن بعد یکی بعدی یکی بعدی یکی بعدی لذا ایجاد امنیت و حفظ مسئولین رده یک و اساسی برای ما یکی از مسائل حیاتی و بسیار مهم بود. صراحة كنت خايف ما ادري وين اودي الجثث فاخذت الاشلاء وديناهن للثلاجة مال وزارة الدفاع اللي يصير مطار مثنى هناك سيطرتنا اكثر يعني شبابنا موجودين قواتنا موجودة. تأثير الوضع السياسي على الوضع الأمني بالمنطقة أنا أعرف تأثير حج قاسم بروسيا بتركيا بالعراق بسوريا بلبنان بفلسطين قصة يعني أنا أعرف يعني راح يصير تغير بالمنطقة مو راح يصير تغير بالعراق. رسيدا منزل ديدم پسرم داره گریه میکنه. گفتم چه؟ گفت استشهد عمو. گفتم مین عمو؟ گفت عمو الحاج. سری گذاشته بود روی المنار گفت نگاه کن. خوشم زد. الحاج قاسم سليماني هنا بقية الأفراد كانوا معه. أما قرار استهدافهم موجود قديم وعاشت الفترة اللي استشهد بها الحج قاسم فترة تصعيد وأمريكا كانت في حرج من حركة حج قاسم حرج في موقفها في سوريا التي فشلت كل المخططات التي كانت موضوعة لإسقاط نظام بشار الأسد ويحملون حج قاسم المسؤولية فشلوا في التحالف الدولي اللي ضرب اليمن وأيضا يحملون الحج قاسم مسؤولية ويحملون الحج قاسم مسؤولية الصواريخ التي كانت تنطلق من غزة على الكيان الصهيوني. هذه كلها كانت تتزايد يوم بعد يوم في تقديرات الإدارة الأمريكية أن هذا الرجل يجب التخلص منه. رفتیم به سمت دوباره همون منزل ما رفتیم پایین تو اتاق حاجی دیگه مثلا من دیگه خودم اصلا نمیتونم اصلا دست خودم نبود اصلا نمیتونم چی کار دارم میکنم پسر میگفت چی کار دارم میکنم بابا نمیدونم گفت رضا راد اینه جادت اینه کجا دارم میتو اصلا تمام هیچی اصلا یادم نمیاد اصلا نمیتونم روز شب خورشید هست آدم هست اصلا هیچی یادم اصلا ذهنم به هیچ خطور نمیکرد اصلا قبول نمیکردم. رفتم داخل اتاق حاجی خب سجاده حاجی بود و دیگه با همون این حالی که داشتم فقط تونستم سجاده حاجی رو برگردونم سر جاش که فقط اینکه سجاده با نمونه دیدم کنار میزشون یک نامه ای هست زیر یک قلم خودکارم بود روش انداخته بود. بعد این کاغذ رو برداشتم چشم افتاده به این کاغذ گفتم این کاغذ چیه؟ همینجور نگاه کردم تو دستم دیدم که خداوند من رو پاکیزه بپذیر خداوند عاشق دیتار تا من دیدم همینچی مثل سیر و سرگی گریه بود. رضا چی شده؟ آقا سید حاجی میدونست میخواد شهید بشه. رضا چی میگی؟ گوی کاغذ بیو نامه رو آوردن اینجا از مستقیم آوردن اینجا و اون که خدا منو بیامرز و خدا نامه که معروف دیگه با دست خطش آوردن اینجا و اصلا یک معشری شد اینجا همین تو همین اتاق آوردن یک معشری شد نامه رو خوندن. من خدا هنوز نمیتونم نامه رو بخونم هنوز نمیتونم بخونم. حادثه ی
ترور شما در کرمان پیگیری کردیم. تیمی که آمده بود برای ترور، ما تیم رو گرفتیم با همه امکاناتش، با روز، با نوع، با چی، با همه چی. طراح امریکایی این بود، اسرائیلی ها، دستگیری هایی که ما انجام دادیم که اینو بندازن گردن داعش، بگن آقا در داخل ایران خودشون مخالف حاج قاسم و جمهوری اسلامی بود. آمدن این کارو کردن و در یک انفجاری که میخواست اونجا انجام شه، ایشون استعدادی میخواستن به شهادت برسن. خب اینم کاملا یک ما دو ماه قبل این حادثه کرد. بعد این حادثه من بهش گفتم آقا دیگه اینا هیچ امیدی در ایران ندارن رو ماجرای شما، چون تموم شد. سه سال کار کرده بودن به این نتیجه رسیدن، الحمدلله اون توطئه کش. اولا الامریکان من قتلوا حج قاسم ما يعرفون راح يطلع بتشييعهم ملايين بالعراق وايران، ما يعرفون، ولو يعرفون ما يقتلوهم بهالطريقه، كان يقدرون يقتلوهم سياره مفخخه ويقولون داعش. ليش يطلع ترامب يقول احنا قتلناهم؟ ما ملزم. كانوا يعتقدون انه الشعب العراقي والعراقيين والمتظاهرين راح يحتفلون بقتل الحج قاسم، لان سبق حمله اعلاميه كبيره على الحشد وعلى ايران ومظاهرات شهرين على ايران، وصرفوا عليها اموال، وفعلا طلع بومبيو قال العراقيين يحتفلون بمقتل سليماني والمهندس بالنفس الليله بالتغريده. تفاجئوا برده الفعل، تفاجئوا بالتشييع، تفاجئوا بالبرلمان يصوت لخروجهم، تفاجئوا رئيس الوزراء بنفسه يجي. هذا ما كانوا حاسبينه، هذا كان يعني عكس العمل، غير متوقع مثل ما يقول. انه دماء حجي قاسم ودماء ابو مهدي المهندس وكل الشدافي في رقابنا جميعا. وما احنا مو عراقيين، انا ما اكون عراقي، وعربي ومسلم وشيعي اعتقد بعلي بن ابي طالب والحسين. اذا لم ناخذ قصاص وثار حج قاسم سليماني وحج ابو مهدي مهندس وكل الشهداء الذين سقطوا. روزي كه ايران زد پایگاه رو، چند روز بعد من رفته بودم امریکا دیگه، یه آمریکایی به من میگفت که این زن برایان هو چند روز خواب نداره تا صبح، میلرزه تن بدنشو گریه میکنه، میگه به این برایان میگه تو رو میکشن نا چون تو شریک بودی تو قتل حاج قاسم. یعنی اینطوری لرزه افتاده بود به بدن اینا. ما شاء الله ياتي اليوم الذي ندخل الفرح على قلب حج قاسم وعلى قلب حج ابو مهدي، عندما نجبر كل القوات الامريكيه على ان تنسحب من ارض العراق مهزومه. يا اهلا وسهلا. ما زحمناك يعني، ما اخذنا. لا لا ما اخذنا. وهو الحكي عن حج قاسم كثير، صحيح، من تبداه وين تنتهي، وله دور وبصمه لا يمكن ان تنسى بالتاريخ. لسه واحد يخاف يحكيها، لا عم يحجوها. كان له دور في سوريا، لولاه لكان سوريا صار فيها شيء. كان له دور في العراق، لولاه لكان. احتجنا طائرات مقاتله سيخوي، لانه طائرات الهليكوبتر ما تقاتل بالجزيره. راسا حج قاسم راح وسمع حد السيد القائد قال العراق يحتاج سيخوي، قال له اعطيهم السيخوي مالتنا. راسا اعطونا سبع طائرات سيخوي اهلوهن وصواريخهن واجن، استفدنا من عندهن واستطعنا ان نضرب، وبعدين اشتريناها. وهكذا احتجنا طائرات مسيره، راسا جاء قاعد مع طائرات مسيره ونصبها فورا. اليوم نطلب السلاح. حتى اخر لقاء كان هو وابو مهدي، من طلعوا من عندي بالغرفه قالوا تتذكر كنا نقعد على هاي الدكه درجات مالت الغرفه ونوقع الاتفاقيات مالت السلاح. هكذا كانت المساله تمشي بالنسبه لنا، لانه المعركه شرسه ومدعومه وهي انتفاضه بحقيقه. واحنا ما نقدر نحكي.